سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس امروز میخوایم با هم با مهمترین قانون کل الکترومغناطیس یعنی قانون القای قانون القای الکترومغناطیسی فارادی آشنا بشیم و برای آشنایی با این قانون من میخوام در حدود یک دقیقه مرور کنم که در ویدیو قبل با هم چه چیزهایی رو یاد گرفتیم ما با هم یاد گرفتیم که اگر من یک حلقه داشته باشم البته این حلقه حالا مهم نیست روزو من دایره ای باشه صرفا یک مدار بسته بتونم داشته باشم که یک میدان مغناطیسی از داخلش عبور بکنه و میدان مغناطیسی از داخلش عبور بکنه در این صورت اگر میدان مغناطیسی من اندازش تغییر بکنه یا حلقه من مساحتش تغییر بکنه این A مساحت حلقه من هست یا اینکه این حلقه من زاویش با این میدان مغناطیسی تغییر بکنه مثلا این شکلی بشه پس من می نویسم کوسینوس تتا با هم دیدیم که اگر B ای یا کوسینوس تتا تغییر بکنن که به مجموع اینها گفتیم شار مغناطیسی پس این پدیده کلا اسمش بود شار مغناطیسی با تغییر شار مغناطیسی در داخل این حلقه من یک جریان الغایی پدید میاد خب یعنی یک جریانی شکل می گرفت حالا اینکه جهت جریان چی هست رو در ویدیوهای بعدی با هم صحبت میکنیم اما یک جریانی شکل می گرفت که من اسمش رو میذاشتم جریان القایی یک نکته ای که باید توجه بکنید اینه که اگه من مثلا یک حلقه نداشته باشم یعنی اینجا کلا قطع باشه این قسمت در این صورت اینجوری نیست که هیچ اتفاقی نیفته اتفاقی که میفته اینه که در این دو نقطه یک ولتاژ الغایی شکل میگیره با تغییر این شار یعنی اگر من بیام شاری بی که داره داخل این عبور میکنه رو تغییر بدم یک ولتاژ القایی شکل میگیره اون وقت اگر من بیام اینو ببندم مثلا یک مقاومت بذارم اینجا یا ادامه سیم رو قرار بدم جریان شکل میگیره پس چیزی که در حقیقت داره اتفاق میفته ایجاد یک ولتاژ القایی هست خب پس یک بار دیگه با هم مرور کنیم تغییر شار مغناطیسی عبوری از یک حلقه یعنی اگر من یک حلقه داشته باشم و مساحت اندازه میدان یا زاویه حلقه با میدان تغییر بکنه در اون حلقه یک ولتاژ القایی پدید میاد یعنی انگار من اینجا یک باتری دارم و اون ولتاژ القایی درون اون حلقه یک جریان پدید میاره که اگر این ولتاژ القایی اندازش باشه مثلا وی جریانی که داخل حلقه شکل میگیره برابر میشه با V تقسیم بر مقاومت حلقه که حالا یک جنسی داره و یک مقاومت خاصی قانون القای الکترومغناطیسی فارادی به ما میگه که نیروی محرکه در حقیقت ولتاژ القایی یا نیروی محر... نیروی محرکه دقیقا یعنی همین باتری یعنی یک نیرویی که باعث حرکت الکترون ها در مدار میشه نیروی محرکه القایی که در مدار پدید میاد اندازش که من اونو با اندازه نیروی محرکه اندازه ولتاژ یا اندازه این اپسیلون این اپسیلون یا ای کوچیک منظورمون نیروی محرکه هست وی یعنی ولتاژ این دوتا با هم تقریبا یکی هست نیروی محرکه القایی که در مدار پدید میاد اندازش طبق قانون الکترومغناطیسی فارادی متناسب هست با نرخ تغییر شار مغناطیسی که من اینو الان دقیق به سرعت ریاضی براتون می نویسم یعنی سرعت تغییر شار اندازش برابر هست با ولتاژ القایی یعنی هر چقدر شار سریعتر تغییر بکنه یعنی فرض کنید من مثلا این حلقه رو دارم مثلا زاویش رو با میدان عوض میکنم اگه خیلی آروم این کار رو بکنم یه دقیقه طول بکشه که مثلا حلقه رو یه دور کامل به چرخونم یک ولتاژی پدید میاد ولی اگر این کار رو در یک ثانیه بکنم ولتاژ خیلی بیشتری پدید میاد یعنی نرخ تغییر شار مغناطیسی هست که تعیین میکنه این ولتاژ چقدر و هر چقدر شار سریعتر تغییر بکنه ولتاژی که در مدار پدید میاد بیشتر و بنابراین قانون القای الکترومغناطیس فارادی به من میگه که اگر من مقدار دقیق این ولتاژ رو بخوام یعنی اپسیلون من که مساوی هست با همون ولتاژ الغای من اندازش به صورت دقیق برابر هست با مشتق شار نسبت به زمان الان که دارید این ویدیو رو میبینید در حسابان مبحث مشتق رو هم خوندین البته اگر هم نخوندین خب اشکال نداره من این ذره جلوتر یک تعریف دیگه هم میگم ولی خب باید مشتق رو قاعدتا بلد باشین یعنی مشتق شار نسبت به زمان هر چقدر بزرگتر باشه به این معنی که شار در واحد زمان تغییرات سریعتری بکنه ولتاژ بزرگتری پدید می. این قانون الغای الکترومغناطیس فارادی که اگر من بخوام ولتاژ متوسط فرض کنید من اینجا یک حلقه دارم میخوام حساب بکنم که مثلا در طول یک زمان مثلا 5 ثانیه ای به صورت متوسط چه ولتاژی در این حلقه پدید میاد در این صورت پس این لحظه ایه برای حالت متوسط در این صورت من میتونم بگم که ولتاژ القایی یا نیروی محرکه القایی که پدید میاد اندازش برابر هست با دلتا شار تقسیم بر دلتا تی یعنی تغییرات شار دلتا شار منظور من هست شار زمان دوم منهای شار زمان اول دلتا تی منظورم هست تی دو منهای تی یک یعنی چقدر طول میکشه مثلا در پنج ثانیه شار انقدر تغییر کرده ولتاژ میشه دلتا شار تقسیم بر دلتا تی که به صورت لحظه این برابر میشه با دی شار به دی تی خب این خیلی فرمول مهمیه به این دلیل که داره به من میگه که ولتاژ دقیقا در هر لحظه در مدار چقدره یعنی اگر یک لحظه خیلی تغییرات شار سریع باشه من میتونم دقیقا ولتاژ رو بگم که خیلی بالا اگر یه خب تغییرات شار کم بشه اون وقت ولتاژ خیلی پایین میشه درسته خب حالا مثلا یک حالت خاص رو بیاید در نظر بگیرید فرض بکنید که این نمودار رو من میکشم فرض بکنید که تغییرات شار یعنی این شار الان این زمانه خب فرض کنید شار اول صفره بعد در یک زمان مشخصی شار زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه به صورت خطی و میرسه به یک مقدار مشخصی خب مثلا این مقدار مشخص رو بذارید اسمش رو بذارید مثلا شار یک خب اینم که صفر و مثلا برای رسیدن به این مثلا زمانی که طول میکشم هست مثلا تی یک خب در این صورت شما که ریاضیتون خوبه الان میدونید که در هر لحظه ولتاژ القایی در این مدار چقدر هست چقدر هست طبق قانون الگای الکترومغناطیسی فارادی ولتاژ القایی میشه دی شار به دی تی و من میدونم که مشتق شار نسبت مشتق تی در این تابع دقیقا ثابت هست و برابر هست با شیب این خط یعنی اگر شیب این خط باشه ام در این صورت ولتاژ القایی یا نیروی محرک القایی دقیقا برابر میشه با ام یعنی شیب این خط در همه نقاط پس اگر شار به صورت خطی تغییر بکنه ولتاژ القایی ثابت هست طبق این فرمول حالا و ولتاژ متوسط هم من میدونم که طبق این فرمول برابر میشه با دلتا شار یعنی که یک منهای صفر یعنی تتا ببخشید فی یک این تتا نیست فی یک منهای صفر تقسیم بر تی من منهای صفر که مساوی میشه با فی یک تقسیم بره... تی یک 1 که این دقیقا مساوی هست با شیب خط چون این تقسیم بر این میشه شیب خط پس ولتاژ القایی برای حالتی که شار به صورت خطی تغییر بکنه ثابت هست و برابر هست با شیب خطی که داره تغییر میکنه حالا فرض بکنید که من به جای یک حلقه چند تا حلقه در کنار هم دارم یعنی در حقیقت این خط تعجیبی من کشیدم در حقیقت من یک پیچه دارم به این شکل که چندین حلقه هست مثلا ان تا حلقه هست در این صورت ولتاژ القایی طبق قانون الکترومغناطیس فارادی در هر کدوم از حلقه ها از این فرمول به دست میاد و ولتاژ القایی کل من اپسیلون کل یک پیچه که ان دور داره برابر میشه با ان ضرب در ولتاژ القایی هر کدوم از پیچه ها یعنی پیچه یعنی دی شار به دی تی یا ولتاژ القایی متوسط پیچه من من یه علامت خط بالای این اپسیلون میذارم یعنی متوسط این مساوی هست با ان دلتا شار تقسیم بر دلتا تی خب من هیچ چیزی نگفتم من فقط گفتم اگه ده تا از اینا رو بذاریم کنار هم ولتاژ القایی ده برابر میشه پس برای پیچه هم ما میتونیم دقیقا حساب بکنیم که در یک پیچه چه نیروی محرکه القایی خب حالا بذارید یک مثال حل بکنیم که یکی از مثال های کتاب هست و خیلی هم آسونه من در ویدیوهای آینده خیلی خیلی مثال های زیاد و متنوعی از این قانون القای الکترومغناطیس فارادی حل خواهم کرد که کاملا براتون جا یافت. مثال کتاب میگه فرض کنید یک پیچه داریم که این پیچه مشخصاتش اینه که دیویست دور داره انش دیویسته و مساحت پیچه برابر هست با دو سانتی متر مربع و به ما گفته شده که این پیچه به همین شکل عمود هست به میدان یعنی این خط عمود بر صفحه پیچه موازی میدان هست و از طرف دیگه به ما میگه که میدان در زمان یک یعنی در یک تی اندازه میدان هست 18 صدومه تسلا در یک تی دوی اندازه میدان میشه 22 صدومه و به صورت خطی این افزایش پیدا میکنه خب یعنی سوال ما گفته که میدان رو ما به صورت کاملا خطی زیاد میکنیم و تی دوی منهای تی یک یعنی مقداری که طول میکشه این تغییر رخ بده برابر هست با سه ممیز دو میلی ثانیه خب پس سوال یک پیچه رو به صورت کامل برای ما معرفی کرده و گفته که اندازه میدانی که داره اینجا از پیچه عبور میکنه به صورت خطی زیاد میشه تا برسه به سه دو میلی ثانیه چیزی که سوال از ما خواسته اندازه نیروی محرکه الغایی هست و من فقط میخوام اندازش رو به دست بیارم خب ما در مورد اینکه جهت نیروی محرکه القایی چی هست حالا حالا ها حرف خواهم داشت باتون در ویدیوهای آینده پس فعلا ما فقط راجع به اندازه میخوایم حرف بزنیم خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ قانون القای الکترومغناطیسی فارادی اندازه نیروی محرک القایی برابر میشه با در پیچه برابر هست با ان دلتا شار تقسیم بر دلتا تی دیگه درسته؟ خب ما چه چیزهایی رو میدونیم از این فرمول؟ ما اینو میخوایم خب پس این سوالمونه چه چیزهایی رو میدونیم؟ ما میدونیم ان هست دیویست دلتاتی هم هست سه ممیز دو میلی ثانیه که بعدا تبدیلش میکنیم به ثانیه پس فقط من باید دلتا شار رو حساب بکنم درسته؟ یعنی شار زمان دو منهای شار زمان یک یعنی تغییرات شار رو میخوام حساب بکنم خب این دیگه کاری نداره برای ما شار دو منهای شار یک مساوی میشه با اول از همه بگید شار زمان دو بیشتر یا زمان یک اندازش آفرین زمان دو چرا؟ چون میدان زیاد شده من میدونم که شار برابر هست با B A کوسینوس تتا پس وقتی که میدان زیاد میشه شار هم زیاد میشه خب پس شار دو منهای شار یک میشه b دو ضرب در A ضرب در کوسینوس تتا منهای B1 ضرب در A ضرب در کوسینوس تتا دقت کنید که مساحت و زاویه تغییری نمی کنن. و از طرفی تتا هم هست صفر درجه زاویه این خط عمود و میدان صفره پس کوسینوس تتا میشه یک پس این میشه بی دو یعنی میدان در زمان دو ضرب در مساحت منهای میدان در زمان یک ضرب در مساحت درسته؟ خب این دیگه حساب کردنش خیلی راحته دیگه این میشه 22 صدم ضرب در مساحت یعنی دو سانتی متر مربع که میشه دو زب در ده به توان منفی چهار متر مربع اینم واحدش تسلا منهای هیچده صدم متسلا تسلا زب در دو زب در ده به توان منفی چهار متر مربع خب دقت کنید که اتفاقی که داره در این مسئله میفته دقیقا همون چیزی است که من چند لحظه پیش شکلش رو براتون کشیدم یعنی شار من یک مقدار اولیه ای داره در زمان T1 و این هم زمان T2 شار من یک مقدار اولیه ای داره که برابر هست با این یعنی 18 صدام زب در دو زب در دو زب در ده توان منفی و به صورت خطی زیاد میشه و میرسه به یک مقدار ببخشید اینجا هستن T2 میرسه به مقدار 22 صدام زب در ده توان منفی چهار یعنی کاملا داره به صورت خطی میره بالا اختلاف این دوتا چقدر میشه؟ میشه چهار صدم ضرب در دو ضرب در ده به توان منفی چهار درسته که این میشه هشت ضرب در ده به توان منفی شیش خب یک نکته که من در ویدئو قبل بهتون نگفتم و الانم نگفتم اینه که شار برابر هست با و الان میخوام بگم در حقیقت بی A کسینوس تیتا که این تتا که واحد نداره واحد A هست متر به توان دو واحد بی هست تسلا پس واحد شار میشه تسلا متر به توان دو من کلا به این تسلا متر به توان دو میگم وبر می نویسمش وبر این آقای وبر کشف کرد واسه همین اسم واحد شار رو میذارن وبر پس الان این شار دو منهای شار یک که شد هشت در ده به توان منفی شیش واحدش هست وبر خب خب من الان فکر کنم دیگه ما تقریبا این مسئله رو کامل حل کردیم ما دلتا شار رو به دست آوردیم دلتا تی رو هم که میدونیم چقدر و ان رو هم دقیقا میدونیم چقدر هست نیروی محرکه القایی برابر میشه با اندازش دیویست ضرب در هشت ضرب در ده به توان منفی شیش تقسیم بره اینم وبر واحدش تقسیم بر سه ممیز دو زب در ده به توان منفی 3 ثانیه خب چون این میلی ثانیه هست من همه واحدها رو همیشه یادتون باشه باید تبدیل بکنیم به واحدهای استاندارد که این مساوی میشه با خب دیگه الان باید حساب بکنیم بذارید من حساب بکنم من اینو رو می نویسم زب در ده به توان منفی چهار اون وقت فکر میکنم اینم که دو تا صفرش با این ساده میشه درسته این میشه نیم ولت خودتون میتونید حساب بکنید ببینید آیا محاسبات من درست بود یا نه ولی فکر میکنم این دو تا صفر بل. این میشه نیم ولت پس نیروی محرکه الغایی که در پیچه من با دیویستور مساحت این و این تغییر میدان ایجاد میشه برابر هست با نیم ولت تونید شما حساب بکنید و ببینید که به این خط که این نقطه هست 18 صدم ضرب در دو ضرب در ده توان منفی چهار این این نقطه است این نقطه هم هست این عبارت 22 صدم ضرب در ده توان منفی 4 و این طول هم هست 3 و دو صدم میلی ثانیه شما میتونید ببینید که به این خط ضرب در n یعنی تعداد دور دقیقا برابر میشه با نیم ولت پس با این تغییر میدان در این پیچه ای من نیم ولت ولتاژ ایجاد شد یعنی اگر مقاومت پیچه ای من مثلا باشه دو اوم در این صورت جریانی که در پیچه ای من ایجاد میشه هست نیم تقسیم بر دو اهم یعنی 25 صدم آمپر و خب این دیگه خیلی جالبه دیگه یعنی من با تغییر میدان مغناطیسی میتونم در یک مدار جریان ایجاد در ویدئوهای بعد با حل مثالهای خیلی متنوعی از قانون القایی وکتور مغناطیسی فارادی با هم لذت خواهیم برد فعلا خدا